با قطاری بشکه های زرد می آییم ایران، با غبار و آتش و هم گرد می آییم ایران. با در پی تهدید حکومت طالبان توسط ابراهیم رئیسی، شماره از طرفداران طالبان ترانه را با عنوان با قطار بشکه های زرد می آییم ایران منتشر کردند. این ترانه توسط اعضای طالبان در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که منجر به خشم ایرانی ها نیز شده است. کاربران ایرانی در تویتر با اشتراک گذاری این ترانه از رئیس جمهورشان می خواهند که اکنون اخطارش را عملی کند. من می خواهم به حاکمان افغانستان عرض بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنن، بسیار جدی بگیرن. من دارم اخطار می کنم به مسئولین و حاکمان افغانستان. این یک بشکر ما برات میارم، حمله نکنی که ما میترسیم. جنرال مبین از چهره های معروف رسانه طالبان نیز در این ویدیو یک بشکه زرد را از آب پر کرده و به شوخی میگوید که آقای رئیسی این بشکه آب را بگیر و حمله نکن. طالبان از این بشکه زرد در حملات تروریستی، انتحاری و انفجاری خود استفاده میکردند. این کار جنرال مبین میتواند حامل این پیام باشد که اگر شما تهدید میکنید، ما هم با بشکه های زرد پر از مواد انفجاری به سراغتان میاییم. در جریان 20 سال گذشته گروه طالبان از این بشکه های زرد که در آن مواد انفجاری را جابجا می کردند در حملات تروریستی و تخریبیشان استفاده می کردند. اکنون این بشکه زرد برای این گروه به نماد پیروزی تبدیل شده، تا جایی که در موزیم هم آن را به نمایش گذاشتند. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه به مقامات طالبان اخطار داد که عقابه سیستان و بلوچستان را تخصیص دهند. او به آنها گفت که باید این اخطارش را جدی بگیرند و بعداً گلایه نکنند که به ما گفته نشد. این اظهارات رئیسی واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. ریاست الوزرای طالبان در بیانیه از الفاظ نامناسب و اظهارات مبتنی بر اطلاعات ناکامل رئیسی و دیگر مقامات ایران درباره آب هلمند با لحن تند انتقاد کرد. در بیانیه گفته شده است که این اظهارات به رابطه ایران با طالبان آسیب می‌زند. در بیانیه ریاست الوزرا گفته شده با اینکه طالبان به معاهده آب 1351 متعهد است، اما به دلیل خشکسالی در بندهای کمالخان و کجکی آب وجود ندارد که در اختیار ایران قرار گیرد. در بیانیه آمده است که طالبان تمام تلاش خیش را به خرج می‌دهد که آب تعهد شده به مردم ایران برسد، اما به این شرط که ذخایر آب ما به اندازه برسد که به سوی ایران سرازیر شود. رئیس الوزرای طالبان افزوده که این گونه اظهارات باید تکرار نگردد.